لوقا فصل 16 عیسی همچنین به شاگردان فرمود شخص ثروتمند ناظری داشت و شکایاتی به او رسید که آن ناظر از داراییش سوء استفاده می کند. پس او را خواسته گفت این چه حرفایی است که درباره تو می شنوم؟ حسابهایت را پس بده چون دیگر نمی توانی در اینجا ناظر باشی. آن ناظر پیش خود گفت حالا که ارباب من می خواهد کار ناظری را از من بگیرد چه باید بکنم؟ من که نه قوه بیل زدن دارم و نه روی گدایی کردن. آره می دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقت مرا از این کار برکنار کرد اشخاص باشند که در خانه های خود را بروی من باز کنند. پس قرضداران ارباب خود را یک به یک حاضر کرد. به اولی گفت چقدر از ارباب من قرضدار هستی؟ جواب داد 100 پیمانه روغن زیتون. گفت بیا این صورت حساب تو است، بنشین و به جای آن بنویس 50 پیمانه. زود شو. بعد به دیگری گفت تو چقدر قرضدار هستی؟ گفت 100 خروار گندم. به او گفت صورت حسابت را بگیر و به جای آن بنویس 80 خروار. آن ارباب ناظر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه عمل کرده بود آفرین گفت، زیرا مردم این دنیا در مناسبات با هم نوعان خود از ایمانداران زیرکتر هستند. پس به شما میگویم که مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید تا وقت پولتان به آخر میرسد شما را در خانه های جاودانی بپذیرند. کسی که در امور کوچک درستکار باشد در کارهای بزرگ هم درستکار خواهد بود و کسی که در امور کوچک نادرست باشد در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ و اگر شما در مورد آنچه به دیگر تعلق دارد امین نباشید کی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ نوکری نمی تواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد، یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بنده خدا باشید و هم در بند پول. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره کردند، زیرا پول دوست بودند. عیسی با آنان فرمود شما کسانی هستید که نیکویی های خود را بر رخ مردم می کشید، اما خدا از باطنتان آگاه است. چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد پیش خدا ناپاک است. تا زمان یحیی تورات و نوشته های پیامبران در کار بود، از آن پس مژده برقراری پادشاهی خدا اعلام شده است و همه مردم می خواهند با تلاش داخل آن شوند. آسانتر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطه از تورات بیفتد. هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می شود و هر کسی زن طلاق داده شده را بگیرد زنا می کند. مرد ثروتمندی بود که همیشه لباس ارغوانی و از کتان نازک می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در پیش در خانه او گدای زخم‌آلود به نام ایل‌آزر خوابیده بود که آرزو داشت با پسمانده های دسترخوان آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سگ‌ها می آمدند و زخم‌های او را می لیسیدند. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود به بالا دید و از دور ابراهیم را با ایل‌آزر که در کنار او بود دید. فریاد زد ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن، ایل‌آزر را بفرست تا سر انگشت خود را به آب بزند و زبان مرا تر کند، چون من در این آتش عذاب میکشم. اما ابراهیم گفت فرزندم
به خاطر بیاور که وقت زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب الازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیق میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس می کنم الازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را با خبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و پیغمبران را دارند و سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در جواب فرمود: اگر به سخنان موسی و پیامبران گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند.